کف دریا چیه و نحوه استفادهش به چه صورت؟ سلام دوستان ویکیبردی، حالتون چطوره؟ ما امروز برگشتیم با یک ویدیو جدید در خدمتتون هستیم. امروز میخوام در مورد کف دریا صحبت بکنیم و بگیم که نحوه استفاده و ضد عفونیش به چه صورته و آیا کف دریا میتونه تمامی اون کلسیم بدن پرنده رو تامین بکنه یا نه. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو با هم داشته باشیم، فقط یک لحظه اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی حتما کانال ما رو سابسکرایب بکن و زنگوله کنارش هم بزن که به محض انتشار ویدیوی جدید سریعا باخبر بشی و بیا ویدیو جدید رو تماشا بکنی. فقط یادتون باشه که یک کامنت برامون بذارید، اگه انگلیسی شد که چه بهتر، حالا اگه فارسی هم شد مشکلی نیست که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده و سابتون نپره، چون خیلی از دوستان سابسکرایب میکنن ولی سابشون به همین دلیل میپره. پس یه کامنت بذار و دیگه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. خب دوستان عزیز، کف دریا برخلاف اسمی که داره از کف و دریا تشکیل نشده. خیلی از دوستان مبتدی شاید چنین تصوری توی ذهنشون داشته باشن ولی به این صورت نیستش. در واقع اون حالت قزروفی هستش که برای یک موجود زندهی به نام ماهی مرکب هست که نرمتن هستش و در آبهای شور زندگی میکنه. شبیه اکتاپوس هم هستش، نرمتن. من عکسشو میذارم اینجا که ببینیدش چقدر خوشگله. خلاصه بعد از مرگ این جاندار بدنش توسط ماهیان و آبزیان دیگه خورده میشه و اون حالت قزروفیه میمونه و میاد روی شناور میشه روی سطح آب و اون دیگه قابل خوردن نیست توسط آبزیان دیگه و توسط جریان باد و امواج به ساحل میاد و حالا انسان ها میان اونا رو برمیدارن و برای حالا پرنده ها و کارهای دیگه استفاده میکنن. کف دریا دارای کلسیم و مواد معدنی هستش و اینکه خیلی دوستان فکر میکنن که اگه کف دریا رو داخل قفس بذارن دیگه تمامه و تمام نیازهای کلسیمی بدن پرنده شون تامین میشه، که کاملا اشتباه هستش. اون کلسیمی که داخل کف دریا هستش اون مقدارش آنچنان نیستش که تمام نیازهای کلسیمی بدن پرنده تون رو تامین بکنه. پس حتما نیاز دارید که از منابع کلسیمی کمک بگیرید، هم طبیعی هم مکمل که اگه نیاز بشه، که قطعا کلسیم چیزی هستش که نیاز میشه مخصوصا در زمان جفت و جوجه کشی. یکی دیگه از خوبی‌هایی که کف دریا داره اینه که پرنده منقارش رو میسابه روش و باعث میشه که پرنده نوکش بی‌رویه روش نکنه. و خیلی از دوستانی که ما بهشون میگیم که این کف دریا همیشه داخل قفس باشه، یکی از این دلیلاش به خاطر همین مورده که پرنده راحت بیاد حالا منقارش رو بساب و قشنگ تنظیم بکنه. پس این نکته هم همیشه مد نظر داشته باشید. یکی دیگه از خوبی‌هایی که کف دریا داره اینه که هضم تغذیه ها رو راحت تر میکنه. پس همیشه یادتون باشه که کف دریا همیشه داخل قفس باشه و سهل‌انگاری نکنید. و اما برسیم به نحوه ضد عفونی کردن کف دریا و اصلا نیاز هستش که ما کف دریا رو ضد عفونی بکنیم یا نه. یکم در مورد این موضوع با هم صحبت میکنیم و ببینیم داستان از چه قراره. ببینید، برای ضد عفونی کردن کف دریا توی پرورش دهنده نظرهای مختلفی هستش و هر کسی حالا از یک روش استفاده میکنه. معمولا این دو سه روش هستش که پرورشنده ها استفاده میکنن. یک دسته هستن کلا کف دریا رو ضد عفونی نمیکنن و همونجوری در اختیار پرنده قرار میدن. یک عده میان حالا با استفاده از شستن و نمیدونم جوشوندن میان ضد عفونی میکنن و یا محلول های ضد عفونی کننده. یک سری ها هم هستش که مثل خودم که الان میخوام بگم چجوری هستش، میام چنین کاری رو که میخوام بگم انجام میدم. قبل از اینکه روش رو بهتون توضیح بدم، من قبلا با دوستان و اساتید عزیز پرورشنده یه چند تایشون در واقع گفتگو داشتیم و در این خصوص صحبت کردیم و باز هر کسی نظر خاص خودش رو داشت ولی بیشترین آرایی که حالا رأی داده بودن موافق بودن روی روشی بود که حالا ما خودمون اجرا میکنیم. ببینید، روشی که من برای ضد عفونی کردن کف دریا انجام میدم به این صورته که میام اون خون مردگی ها و آلودگی ها رو با استفاده از یک چاقو یک لایه خیلی نازک میتراشم. نه اینکه کلی بتراشم جی بری 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 پایین، نه،
یک لایه نازک میتراشم اون خمردگی و آلودگی رو از بین بره و بعد میذارم زیر نور خورشید آفتاب که قشنگ بهش بتابه و این قشنگ ضد عفونی بشه. ببینید خیلی از دوستان میان از فر هم استفاده میکنن، یه رو 20 دقیقه داخل فر میذارن، این رو هم میشه استفاده کرد. حالا زمانی که مثلا زمستون دسترسی نداریم توی فر هم میشه این کار رو کرد. روی بخاری هم حالا شعله کم زیاد بکنیم میشه این کار رو انجام داد که اون گرما بخوره و که اون کف دریاتون ضد عفونی بشه. پس این روشی هستش که من انجام میدم و به نظر خودم بهترین روش و درست‌ترین روش این میتونه باشه. باز هم من به نظرات دیگر اساتید هم احترام میذارم و حالا هر کسی راه و روش خاص خودشو داره. شما هم اگه روشی میدونید خوشحال میشیم که داخل کامنت ها برامون بنویسید که ببینیم چه روشی هستش. خب دوستان این بود از ویدیوی امروزمون. اگه لایک نکردی بکوب لایک و اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردی منتظر چی هستی؟ کار 4-5 ثانیه هستش که سابسکرایب بکنی. حتما سابسکرایب بکن و زنگوله کنارش هم بزن. خیلی خیلی چاکریم. تا ویدیوی بعدی خدافظ.